سلام، به محور امشب خوش آمدید. من نثار نبیل تا یک ساعت دیگر میزبان شما در این برنامه هستم. وزارت معدن به پترولیم میگوید که 80% گفتگوی این وزارت با شرکت MCC چین درباره آغاز کار پروژه مس عینک لوگر به پایان رسیده است و به زودی این گفتگوها به پایان خواهد رسید. سخنگوی این وزارت می افزاید که دو گروه فنی جداگانه برای پیشبرد مذاکرات و آغاز کار پروژه مس عینک لوگر گماشته شدند. از سوی هم مولا عبدالغنی برادر در نشست کمیسیون اقتصادی کمیته مشترک را به هدف بررسی فنی قرارداد پروژه مس عینک لوگر ایجاد کرده است. گفتگو و چانه‌زنی درباره پروژه مس عینک لوگر با شرکت MCC چین از روزها به این سو ادامه دارد. وزارت معدن و پترولیم میگوید که برای آغاز کار این پروژه یک گروه فنی از سوی شرکت MCC چین و گروه دیگر از سوی وزارت معدن و پترولیم تعیین شده است. مذاکرات علی جریان داره، تقریبا گفته می توانیم که 80% کارش پیش رفته، فقط 20% مانده است که نتایجشان ان شاء الله در اختیار هموطنان ما میگذاریم. ملا عبدالغنی برادر در نشست کمیسیون اقتصادی کمیته مشترک را متشکل از نماینده های وزارت های مالیه، صنعت و تجارت، چهرسازی و معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء ایجاد کرده است تا قرارداد امضا شده مس عینک لوگر را به گونه فنی بررسی کند. وزارت اقتصاد میگوید که با آغاز استخراج مس از مس عینک لوگر زیربناهای کشور تقویه خواهد شد. هم باعث توسعه اقتصادی افغانستان میشه و هم در تقویت زیرساخت ها و زیربناهای ملی نقش برجسته را ایفا میکنه. تداوم این حرکت مطمئنن که این کشور از بحران اقتصادی نجات خواهد داد و به طرف شکوفایی پایدار خواهد برد. پروژه مس عینک لوگر در سال 2008 میلادی با شرکت MCC چین امضا شد. انتظار می رفت تا پایان سال 2013 روند استخراج مس از این معدن آغاز شود، اما تا هنوز این کار انجام نشده است. برای بحث بیشتر رو این موضوع آقای دریاخان بهیر استاد دانشگاه و همچنان استاد مسعود استاد دانشگاه را روی خط اسکایپ در برنامه با خود داریم. آقای سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. بحث را با شما آقای مسعود آغاز می کنم. این پروژه قرار بود که تا سال 2013 بالاخره مس عینک لوگر استخراج شود، ولی تا هنوز هم این معدن استخراج نشده. موانع چه بوده و تا حال چرا این کار صورت نگرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 و در حقیقت وقت ما میگیم پروژه استراتژیک است، دارای ظرفیت، دارای تاثیرات ظرفیتی است، مراد تاثیرات ظرفیتی ظریفی است. به این معنی که پروژه مس عینک نه تنها خودش یک حرکت اقتصادی است، بلکه حرکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در حقیقت تاثیرات ظریفی خود ایجاد میکنه و زمین لازم است که در او وقتها هم به معاونت کلانی که ایجاد میگد همسایه ها ایجاد میگد، به خاطر که شما میفهمید که پروژه ظریفی و استراتژیک ما که برای دست مس عینک معدن آجیگر و همچنان نفت شمال باشه اگر به وجود میاد و لیتیوم، در حقیقت ما نمی وابستگی خود از منطقه بیرون میکنیم و خود ما مینایست که یک کشور صادر کننده و تولید کننده و حرف دارای حرفای اقتصادی میشدیم. از این لحاظ هم مشکلات منطقوی هم ما داشتیم، ولی عمدتاً پروژه مثل اینه دو حرکت که در 2013 نشد در حقیقت مواجه شدن. اولی که در مثل اینه عمدتاً آثار فرنگی بیرون آمد و در حقیقت اونا بسیار مهم بودن برای ما و آقای شرانی خودشان چنین حرفایی را زدن که در صورتی که ما کاوش های صورت بیرگ در او کاوش ها نماینگر از این باشه که در اینجا در حقیقت اونا مو آثار فرنگی زیادتر موجود باشن، نمیشه که باید ما سر از او یک مکس کنیم. علت دومی هم مسئله امنیت مطرح شد و که این در حقیقت مس عینک تنها سنگ از دیگه با در پالوی زو باید ما فابریکه و زوب این پیدا بکنیم و حرکت های را انجام بدیم که شرکت چینایی به این اندازه اگرچه شاکی بود ولی هیچ ممانعت وجود نداشت از نظر از دولت، به خاطر که نه طلبا در وقت اپوزیسیون مسلح افغانستان بودن و نه پاکستان و نه افغانستان هیچ کدامی مخالف مس عینک نبودن و امیال هم نیستن. من فکر میکنم که حال چنین چیزی بوده
ولی بعد از این مسئله دیگه مطرح میشه، مسئله بیمه مطرح میشه. بله. و در صورتی که بله، در صورتی که سرمایه گذاری صورت بگیره در بالای مسینک و اونا برن به 80%، قبلا به 80% هم رسیده بودن در سال 2013، من خودم جزء زمین در شورای مشورتی وزارت معدن صنایع بودیم و تا 80% هم رسیده بودیم که مشکل نداشتن در قسمت استخراج مسینک. آل مسینک عمدتا سر بیمه مطرح است، عمدتا باید بیمه یا سازمان بیموی خارجی چین او را باید سرمایه گذاری چی کنه بیمه کنه و در پالوش مگر حساب بین المللی بیمه شود، باید بانک جهانی میگا باید این بیمه بکنن. بیمه ها چی از لحاظ سرمایه گذاری داخلی بیموی چین و چی از لحاظ سرمایه گذاری خارجی که عبارت از میگا او را سرمایه بیمه میکنه و بانک جهانی او را بیمهش میکنه، مسئله دولت ها مطرح میشه. دولت ها موقعی که این دولت ها تضمین میکنه برای بیمه که ما در سر اختشار، در سر شورش، در سر تغییر نظام، در سر قانون این سرمایه در حقیقت بین نمیره، این بیمه میشه. و حالا چون مسئله دولت نو تعاملات سیاسی که در منطقه وجود داره، جهان در مقابل افغانستان وجود داره، تعاملات سیاسی تا اندازه خدشه‌پذیر است، من فکر میکنم که یکی از مشکلاتی است. ولی اگر چنین شوه و تا 80% پیش رفته و 20% دیگه شما اونا پیش ببرن، نه به صورت غیر مستقیم بر رسم شناختن افغانستان از جانب چین بشه، به خاطر شما این فهمید که عمدتا سرمایه گذاری که صورت میگیره سرمایه گذاری دولتی نیست، این سرمایه گذاری یک کمپانی است، با این کمپانی خصوصی است که از جانب بیمه سرمایه گذاری خارجی چینیا بیمه شوه، معنا داره که بر رسم شناختن افغانستان مطرح بشه غیر مستقیم. با شما برمیگردیم آقای مسعود. آقای بهیر، در سال 2013 وحیدالله شهرانی وزیر معادن و نفت وقت افغانستان گفته بود که باید برخی از مواد این قرارداد تجدید نظر شود و همچنان بررسی و تعدیل شود. آیا این مواد تنها در پیوند به همین رونما شدن آثار باستانی در این معدن بود و یا هم نه موارد دیگر را هم در بر میگرفت؟ به نام خداوند، سلام خدمت شما، خدمت دانشمند بزرگوار استاد مسعود و طریق شما خدمت تمام بینده های خوب شما. بدون شک یک چیز باید ما واضح بگیم که افغانستان یا کشور ما به او اندازه تجربه کافی نداشت که همچون معادن بزرگ با این حجم کلان ای را به داوطلبی بین‌المللی بگذارند و کشورهای کلان مانند MCC و یا سایر شرکت‌ها یا کمپانی‌های کلان و کشورها در این بین اشتراک بکنند. با او اندازه از لحاظ تکنیکی من فکر میکنم که او اندازه ظرفیت کافی که باید موجود میبود که در قسمت به داوطلبی گذاشتن یا به اعلان گذاشتن از این استفاده میشد، او اندازه نبود. بعدا آیست آیست با مرور زمان وزارت معادن پترولیم اون وقت متوجه شدند که اینا با گام های گذاشتن و یک مقداقه که عقب نگاه کردن دیدن که یک سلسله خلاها و کمبودهای موجود است از لحاظ تکنیکی، به دو بود یا به دو بحث برمیگرده. یکی مسائل سیاسی است و یکی بود تکنیکیش است. مسائل سیاسی شام خب ما و شما واضح است میفهم که افغانستان یک کشوره که با منابع خارجی تمویل می شود، البته بودجه عادی و بودجه انکشافی اکثریتش تمام می شود، تا بودجه عادی هم بیشتر از نصفش از توسط دونر تمویل می شود. دیگه این واضح است که کشورهایی که تمویل کننده هستند، کشورهایی که به افغانستان در قسمت معادن افغانستان، در قسمت سایر موارد که منابع اقتصادی افغانستان در او هم اینا نظر خود داشتن. بدون شک از این ما هیچ شمپوشی کردن نمیتونیم که مسئله چین یا نه، چین زیاد خوشایند نبود که اینا بیاین و از اینجا در حال که کشورهای البته نیروهای سازمان ناتو در افغانستان مصروف جنگ بودن و کشور چین بیای از معادن یا از سرمایه افغانستان اینا استفاده بکنه، یک گپ زیاد خوشایند نبود. و یک اندازه فکر میکنم از او زمان از طرف دولت مو وقت هم زیاد می توازن خوب حفظ نمیشد، با وجود که ما شما واضح است استاد حضور دارن، اقتصاد مثل دور یک سکه است، یک طرف سیاست است یک طرف اقتصاد است و ایره ما نمیتونیم مجزا از یک دیگه بشماریم. اما حفظ کردن تعادل بین این دو موضوع، این برمیگرده به حکومت ها، به خرد حکومت، به بینشه که برای اینا دارن، به تجربه که دارن و به تیمی که روی مسائل کار میکنه، به این برمیگرده. من فکر میکنم از لحاظ سیاسی این یک بخش کلان بود و همیشه این به چالش مواجه میشد، این پروژه به اتمام البته کارش
آغاز نشد. یک بودش. بود دیگهش بود تکنیکی است. بود تکنیکی هم در جریان ما متوجه شدیم طور که استاد فرمودن مسئله امو اکتشافات آثار باستانی این خودش هم از لحاظ معنوی به افغانستان یک ارزش است. این یک مسئله شد، البته یک گروپو شد به شکل گروپوش، ای هم یک مسئله پیش شد که روی از اینا وزارت معادن پترولیم وقت پا پیش کردن و این را یک دلیل قرار دادن که به این دلیل ما ملاحظه را این در قرار داد. بعدا مسئله برق 40 مگاوات برق و این مسائل که بود، اینا متوجه شدن دیدن که تولیداتشان نظر به او اندازه که اینا باید استخراج بکنن این به کاهش مواجه میشه و اینا خواستن که از طرفای دیگه قرار داد به اصطلاح قیچی رو بگیرن، یک بخشایش قیچی کنن که از لحاظ اقتصادی به افغانستان یعنی ضررش به افغانستان بود، مفاد افغانستان به ایمانا که مفادش به افغانستان کمتر میشد. چینایی ها روی ازی زیاد کوشش کردن. مسئله مثلا به طور نمونه یا مثال اگه بگویم مسئله ساختن خط راهن از یکی از بنادر شمال افغانستان یا از ایرتان یا از شیرخان بندر و تا لوگر از طریق از رای کابل و سمنگان و کابل بالاخره تا لوگر و بالاخره از لوگر به طرف ننگرهار و پشاور، اینا بعد از اینکه از طرف لوگر به طرف ننگرهار و بعدا به پشاور وصل میشد، روی این موضوع اینا ملاحظه داشتن. این مسئله بود. بعدا اینا که یک مقدار از طرف جانب افغانستان این مسئله به دقت پیگیری شد، مسئله محیط زیستی مسئله یک کم زیاد توجه مردم جلب کردن. وقتی که استخراج صورت میگیره، خب چیزای کزی اضافه میمانه، او مواد از لحاظ طبیعی باید در کجا باید این حفظ شوه یا ستور شوه که به افغانستان به مو از لحاظ طبیعی مشکلات مواجه نکنه. و مشکل عمده دیگه، البته مشکلات عدیده بود که یکی دیگه از این مشکلات که البته یکی فراموش ما نشه، مسئله نظارتی بود. ما کنترل از لحاظ مدیریتی در تمام بخشا، البته آغاز کار از زمان پلانگذاری شروع که نظارت و کنترل اعمال میشه تا زمان برنامه ریزی را، تا زمان طرح را، تا زمان برنامه ریزی را، تا زمان عملی شدنشون نظارت های لازم باید ایجاد شود. متاسفانه که از جانب افغانستان ما به او اندازه نظارتی که باید دقیقا صورت میگرفت، خصوصا نظارت های همگام یا همزمان که ما خلاها رو بر ما برملا بسازه و ما عمل بکنیم او را اصلاح بکنیم، اگر قابل اصلاح باشه، اگر قابل اصلاح نباشه که متوقف بسازیمش. این مسائل مشکلات کلان بود و این تمامش یک اندازه درست آقای بهیر. بله، حالا که وزارت معادن و پترولیم گفته که 80% کار به منتهی به این که این معدن استخراج شود تکمیل شده، فکر میکنید که آنگونه ای که آقای مسعود گفتند که اگر شرکت MCC چین کار را آغاز بکنه، برنامه بر رسمیت شناسی امارت اسلامی یا طالبان است، شما هم با چنین نظر موافق هستید؟ زمانی که معدن همچون معدن بزرگ حتی کوچک، معدن کوچک اگر اینا به داوطلبی گذاشته میشد، اینجا نماینده رسانه ها در اینجا حضور می داشت، نماینده جامعه مدنی حضور می داشت، سایر بخش ها که باید در این بخش از سکتور خصوصی خود افغانستان، از سایر بخش ها که باید حضور می داشتن و اینا باستاب می دادن، نقد می کردن، نظر می دادن، تا بالاخره به یک کار به پختگی می رسید. من فکر می کنم که از اون لحاظ یک اندازه ما کمی و پاستی داریم. به این دلیل زیاد نمیتونیم خوشبین باشیم تا زمان که عملا یک چیز به چشم درست با شما برمیگردیم. آقای بهیر، بله، آقای مسعود، ساخت خط آهن در بحث استخراج این معدن چقدر مهم و حاد بوده یا است؟ خدمت شما عرض شده که خب قبل از اینکه برم سر خط آهن، یک خدمت یک چیز بگویم که عمدتا ما این پروژه را مربوط به چین میدانیم. مانا داره که در گذشته یک دولت قانونی که موجود بوده قرارداد داره و کانترکت را امرای چینین کمپانی و همه چینایی ها امضا کردن و در حقیقت ما معدن مثل اینکه بین اختیار از اینا قرار دادیم و جانب دیگه ما 150 میلیون دلار از او حقایی که باید ما مصرف میکردیم از اینا گرفتیم، از همین کمپانی گرفتیم و مصرف کردیم. ما دار که در وقتی که آقای شهرانی وزیر بودن، یعنی ما 150 میلیون دلار گرفتیم خود ابراهام از پیشان گرفتن. درست. در پاریس یک چیز متوجه باشین که من خدمت شما عرض کردم که عمدتا مثل اینکه یک پروژه یا یک معدن استراتژیک برای ما است و گفتم 4 تا معدن استراتژیک یا 4 نقطه استراتژیک ما داریم که آهن است و مس است و نفت است و لیتیوم است که حالا به وجود آمده که در 3 تا از این چینایی ها شامل است. ما را در مثل اینکه خود چینایی ها هستند،
در لیتیوم قبلا شما 3-4 ماه پیش شما دیدین که در معامله بودن گفتن که ما ایران میگیریم و قرارداد امضا میکنیم لیتیوم و چینایا را. در شمال در نفت و گاز شمال همچنان چینایا آمده بودن که باز بر مقابلشان ایندیا رفتن بند سلوا را ساختن که در حقیقت یک نوع رقابت اگر موجود بود موقعی که مثل اینکه چینایا گرفتن رفتن آجیگه که ایندیا قرارداد کردن. یک رقابت سالم بود به منظور ایجاد یک نوع رقابتی که سالمه که در بین منطقه ایجاد شد به خاطر رشد انکشاف اقتصادی اجتماعی افغانستان که یکی از نقاط بسیار خوب ما هم دستن پیشتر زمین خاطر گفتم که وقتی ما پروژه را ایجاد میکنیم پروژه مثل اینکه یا آجیگه یا نفت شمال یا لیتیوم در پلیس چند تا پروژه دیگه در پلیس میای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در پلیس میذاری باش یکی از اون مسئله ترانس مسئله خط آهن است. متوجه باشیم ما در مجموع 24000 کیلومتر خط آهن که در منطقه را باید با وصل بکنه حتی افغانستان 3400 کیلومتر این مانا داره که افغانستان باید دارای 3400 کیلومتر باشد تا بتونه منطقه وصل شود. و جانب دیگر خود پروژه مثل اینک موقعی که ایجاد میشه نمیشه بدون خط آهن شما بوده در حقیقت حرکت بتن به رزی که در حقیقت اینا یک تولید کتلوی را انجام میدن. تولید کتلوی از منبعی که تولید میشه تا منبعی که او دوباره تبدیل میشه به مثل اینک و از استخراج تا تولید در حقیقت اونمو فاصله را به نظر میگیرم. این فاصله از لحاظ امنیتیش هیچ مشکل نداره، از لحاظ سرمایه گذاری هم مشکل نداره که برای اینکه چنوی من سرمایه گذاری میکنن، حتی از لحاظ بازاریابی هم مشکل نداره برای اینکه این انتقال میفه از افغانستان به کشورهای دیگه. متاسفانه که افغانستان قابل او اقتصاد نیست که بتونه اینمی معدن با بزرگیش استفاده بکنن جا به جا و از روی ازو کار را انجام بدن. ما عمدتا مشکل دیگه داریم، مشکل سرمایه گذاری داریم. مانا داره که سرمایه گذاری که از خارج از به بیرون صفر شده، مانا داره که سرمایه گذاری سرمایه از درون به بیرون فرارش به حوش رسیدن و آمدن سرمایه از بیرون به درون هم صفر است. من خدمت دولت یک چیز عرض میکنم که ما تا وقتم که کار میکردیم تا سال 2013 80% پوره بود. این مانا داره که حال کاری که صورت گرفته تو نیست که به 80% رسیده باشد. ما از 80% باید حرکت بدیم و 20% باقی مانده را انجام بدیم و 20% باقی مانده تضمین است که برای سرمایه‌گذاری انجام بشه. تضمین هم مسئله امنیت که مطرح میشه و دولت مطرح می قبول بکنه امنیت فیزیکی وجود داره، ولی بر سرمایه‌گذاری عمدتاً امنیت دیگه. بله آقای مسعود، همچنان کمیسیون اقتصادی مشترک شکل گرفته به دستور مولا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست وزرا، گفته که باید روی همین قرارداد که امضا می شود باید تجدید نظر صورت بگیره و به گونه فنی بررسی شود. آیا مشکلات این قرارداد هنوز هم باقی است و یا هم نهایی شده و فقط مسئله تضمینی وجود دارد؟ از به دوام حرف استاد بهید باید بگویم که مسئله مدیریت ما عمدتاً در تمام ساعات اندازه لنگلنگان است. این ما در حقیقت پروژه های بسیار در اولم در طرفدار پروژه های بزرگ در افغانستان نبوده. ما پروژه های متوسط و کوچک به منظور ایجاد استخدام و منظور ایجاد فقر زدایی در پیش از او که تحول صورت بگیره ما پیش میکنیم. مانا داره که اگر شما که توجه که باشین اگر شما پروژه های معادن متوسط و کوچکتون حرکت بدن شما دارای امو سرمایه، دارای امو قدرت و ظرفیت مدیریت، دارای امو قدرت و وقتی که مدیریت میگن در حقیقت نظارت شما است. مانا داره منابع انسانی، فیزیکی، معلوماتی و مالی داره، شما استافینگ میگن، پلانینگ میکنن، نظارت میکنن و میبرن در مدیریت به چی در هدف میرسن. اگر شما در حقیقت مدیریت درست انجام بدین، مدیریت درست شما میتونین پروژه های کوچک دارن معدن کوچک معدن متوسط انجام بدین. من میگم که یک چیز دیگر من میال میخوایم که نقل بتون بر جناب آقای وزیر معدن صنایع و همچنین بر دولت افغانستان که عمدتا در چاهاب فعلا همین لحظه که ما شما شیشه باشیم شاید قال شب است که اونجا روزانه چند کیلو طلا در چاهاب درازا استخراج میشه. هر روز بلانقدر در دو ولسوالی که جدیدن به وجود اومده معدن طلا بدون گپ کشیده میشه، معلوم نیست که در کجا میره. مانا در اگر ما مدیریت درست انجام بدیم و در چنین معادنی که ما داریم و میتونیم مدیریت کنیم، میتونیم سرمایه گذاری کنیم، داخلی ها میتونن سرمایه گذاری کنن و منبع یک منبع تولید ما تبدیل شیم خود ما، بله. ما میتونیم بله. منافع ملی خود در حد درسانیم، ولی در مثل اینک ما در حد سرمایه گذاری های فوق العاده کلان کار داریم. ما در آجیگر سرمایه گذاری کلان کار داریم و در هر دو سرمایه گذاری کلان عادتشان است که اینا بیمه های کلان کار دارن. همچنان در اوانوردی ما چنین در حقیقت یک نوع بیمه کار داریم. از این رو ما میگم که عمدتا ما میتونیم چنین کار را انجام بدیم
ولی به یک صورت که ما تعاملات سیاسی باید داشته باشیم، مانا داره که تیوری فقیرسازی همسایه امیال به صورت کامل شرکت میکنه، مانا داره که ما تبدیل میشیم منیسی یک خط ترانزیتی یا منیسی یک محل مصرف کالاهای دیگه. این مانا داره که اگر ما تیوری فقیرسازی همسایه را آرام آرام دور کنیم و خود ما منیسی خود ما شما تولید کنیم کلان گپ است. ولی خود اینمی پروژه مانند مسینک، پروژه مانند آجیگک و شمال و لیتیوم و غیره، اونمو تیوری فقیر سازی همسایه که همسایه ها به کار میبرند در مقابل ما و در قد تاراج میکنن تمام دارایی نقدی و دارایی شما را، اونو را از بین میبره و ممانعت ایجاد میشه. من بسیار شک میارم که اگر چنین شود و شک میارم و یک چیزم میگم که وقت شما را نگیم یک جمله زیادتر بکنم که عمدتاً چینایی ها تلاش میکنن که این معدن از دست نتن و منتظر ازی هستن که کسی یا کشورهای برسمیت بشناسن. مجرده که برسمیت شناسی افغانستان پروژه مسینک آغاز به کار میکنه، برای یک دمو وقت هم زد نبود و همه هم زد نیست. پاکستان خود حاکمیت کل طلبا که وقت بودن به پوزیسیون حاله در حاکمیت هستن و دولت هستن و چینایی ارتش به آماده برامدن مسینک هستن. قربان شما. برمیگردیم به شما آقای مسعود. آقای بهیر، آیا قرارداد مسینک انحصاری است و در اختیار چینایی ها قرار داده شده و تغییر ناپذیر است یا نه؟ افغانستان گزینه دیگر هم دارد، ولو هر حاکمیت هم باشد. خب این کار از لحاظ حقوقی یک اندازه پیش رفته. قرارداد باید در اختیار چینایی ها باید داده شود. ما مکلف هستیم به محترم شمردن همچون قضایی ها. در غیر از او ما به شکلی که تجرید شدیم دیگه هم تجرید میشیم. این را باید این موضوع را در نظر بگیریم و از بود دیگه خب ما فکر میکنم وقتی که ما یک کار میخواییم، یک طوری که ما پیشتر گفتم ما نظارت میکنیم، متوجه میشیم که کار ما مشکل داره، اصلاحش میکنیم. اگر اصلاح قابل اصلاح نباشه باید متوقف شد. خب زمانی که ما این را متوقف میکنیم، آیا بدیلش ما داریم یا نداریم؟ سرزی باید صحبت شود، سرزی باید فکر شود که ما به اندازه کافی یک کادر متخصص، یک تیم متخصص متحد و مکمل تکمیل ما داریم که روی همچو قرار داده دوباره کار شود، دوباره به دو طلبی داده شود. فکر کنید از سال 2013 تا به امروز چقدر زمان گذشت تا که ما درست. امروز آیسته آیسته همون گفش از 80% پیش نمیره. ما به اون اندازه ظرفیت داریم یا نداریم؟ ما فکر میکنم از لحاظ تکنیکی به اون اندازه ظرفیت نیست. از منابع موجود، امکانات موجود باید استفاده خوب شود، اما از شتاب زدگی باید جلوگیری شود. درست آقای بهیر، پرسش دیگر این است که استخراج این مس و یا همین معدن روی زیربناهای کشور، بنابراین که وقت برنامه کم است، این پرسش رو مطرح میسازم که چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ بلکل تاثیرات مثبت خود داره، البته مشروط و رزی که من همون نقد نظر خود داشتم، البته ای از صرف از من نبود، تمام کارشناسا و قرارداد که نقد شده به میشه مطالعه شده به این موضوعات در افغانستان. فعلا ما به اشتغال زایی زیاد ضرورت داریم. نرخ بیکاری به اوجش رسیده، جوانای ما بیکار هستن، مشکلات زیاد هست، تمام شروع به فرار مشکل. ما باید زمینه کار مساعد بسازیم که چطور اینا را جذب بکنیم. اگر شرکت ام سی سی دوباره هم توجه یا تمرکز یا توجهش زیاد بالا از این باشه که اینا زیاد به اندازه زیاد به یک پیمانی زیاد کارگر چینایی را به افغانستان بیارن و در تمام سطوح از او استفاده بکنن، این ما فکر میکنم باز به افغانستان باز مضر تمامی. اگر ما به شکل کارفهم یا ورزیده یا کسایی که داره اکسکیل یا مهارت بالای در قسمت معادن استخراج معادن نداره، در سطوح پایین ما داریم نیروی بشری کافی داریم. به فکر میکنم برازی اگر زمینه مساعد شد که اینا به کار گماشته شد، آماده شد، آموزش داده شد و همچنین در سطوح بالا در قسمت تحصیلات عالی ما پنتون معتبر داریم، پنتون پلی‌تکنیک، در این قسمت همکاری ها صورت بگیره تا کادرهای دگام چی شود آموزش ببینن تا اینا دوباره بتانن، یعنی به یک شکل هم از لحاظ مادی ما یک سود ببریم، هم از لحاظ معنوی ما سود ببریم، تا ما یک کادر هم تربیه کنیم. یعنی صرف اکتفا بر از این نشه که ما معدن از خوبیره استخراج کردیم، با تاودلوی داریم استخراج کردیم، صادر شد، بالاخره رفت، پولش آمد به افغانستان. ما باید امو اندازه متخصصین چینایی از کشورهای دیگه که میان اینجا مصروف کار میشن، به مو اندازه باید خود افغانام آموزش بدن تا دهی عرصه از آموزش کافی چی شوند. در این قسمت ما فکر میکنم زیاد باید کار شود. در غیر از اون ما با مشکل مواجه خواهد شدیم. زیربنای افغانستان ساخته میشه بدون شک. وقت اشتغال پیدا شد، ما مردم افغانستان از این مشکل مبرند. یعنی بی‌باوری که در افغانستان فعلا است
شما میفهمید که یک بود کلانش بود اقتصادی است، یک مردم جوان ها از بیکاری فکر کنید، زیاد مردم آمدن درس خواندن به سوی لسانس و ماستر تا از این پنتون کابل فارغ شدن، اما فعلا اونا بیکار هستن. ممنون. که اینا میرن اگر دوباره می زمینه کار برای زیان مساعد شد اینا گماشته شدن، من فکر میکنم که به افغانستان مفید تموم بشه. ممنون از شما آقای بهیر و آقای مسعود. بنابر یا به عنوان پرسش اخیری بس، این که این معادن استخراج می شود و شما اطلاعات هم دارین مطمئنن که برخ از این معادن و یا هم سنگ های قیمتی افغانستان و بیرون از کشور به گونه قاچاق و یا هم به گونه گمرک شده است صادر می شوند، ولی چقدر این معادن و درآمد ها از این آدرس به حساب مردم افغانستان می رود تا حساب اشخاص؟ کوتاه‌تر. یکی عمده ای داره که از مثل اینک در حقیقت قاچاق نمیشه، به خاطر که مثل اینک باید معادن بسیار کلان سنگ است، این باید بلی. اول به مثل تبدیل شود، بعد بعد از او خودشون صادر میکنن و کمپانی چینایی چین کار انجام میده که ملکیت خودشون است و اونا کار انجام میده. خدمت شما عرض کردم که به خاطر از اینکه به جیب مردم بره و در حقیقت مردم به ایجاد کنه مسئله اونمو باورها باید ایجاد شود. ما هم دستان باورهای منطقه، باورهای بین‌المللی و باورهای ملی را از دست دادیم. مشکل اقتصاد ما، مشکل سیاست ما، مشکل اجتماعی ما از دست دادن باورها است. مردم بالای دولت، دولت بالای مردم، هر دو بالای منطقه، منطقه بالای مردم، منطقه و مردم بالای جهان، بالای ما باور نداره. ما جانب دیگه مسئله بلند رفتن در حقیقت رو نقطه مرکزی سطح مصرف است. این سطح مصرف تعیین کننده سطح رفاهیت است. هر چقدر سطح مصرف شما بلند برین از طریق چنانچه بایستم گفتن از جان از طریق ایجاد کار و استخدام و از بلند بردن استخدام ایجاد آید و درآمد، سطح مصرف بازار بلند سپاس. بازار باز میشه و سرمایه میره. از این من فکر میکنم که باورها و مصارف در حقیقت تعیین کننده از این است که چقدر مردم احساس میکنن که این پروژه به نفع خودشان. سپاس از شما آقای استاد مسعود استاد دانشگاه و همچنان دریاخان بهیر استاد دانشگاه. با بیننده های عزیز اکنون هم رفت و برگشت کوتاهی.